مدیریت پاسپورت کندز در جریان دو ماه گذشته نزدیک به 35 میلیون افغانی عواید داشته است. مسئولان مدیریت پاسپورت کندز از افزایش چشمگیری این مدیریت یادآور شده گفته است که از آغاز فعالیت تا کنون بیش از 6000 جلد پاسپورت جدید برای متقاضیان توزیع شده است. در عین حال متقاضیان پاسپورت در این ولایت نیز از نحوه اجرا در این اداره ابراز خرسندی می کنند. مولوی عبدالولی شاید مدیر عمومی پاسپورت کندز میگوید که آنان از مدرک توزیع پاسپورت های جدید برای متقاضیان طی دو ماه اخیر بیش از 35 میلیون افغانی عواید داشته و آن را به خزانه دولت تحویل دادند. وی میگوید که در طی این مدت زمان حدود 6000 جلد پاسپورت جدید برای متقاضیان پاسپورت چاپ و توزیع گردیده و این روند به گونه نرمال ادامه دارد. دو میاشتی او یو څو ورځې د پاسه او کېږي چې موږ د پاسپورټ د اداره چې مو خلاصه کړې ده، نو موږ لله الحمد په یو بیپ په یو بایومیټریک باندې چې یو بایومیټریک مو ستونزه درلودله، نو هغه مو د مشرتابه سره مو خبره او ګزارس مو ورته ورکړی و او شریکه کړی مو، نو موږ اطمینان راکړی چې انشاءالله دا مشکل به درته حل کړو. هغه مشکل هم حل شو، نو په دا یو بیپ په دا یو بایومیټریک باندې بیا هم موږ نه تقریبا سلور دیرش میلیونه و دری لکه و یو دیر زره و او پنځه سوه او پنځوس افغانۍ موږ و بانک ته تسلیم کړي دي. به گفته ای وی تمامی اجراعات مامورین این اداره بر اساس نوبت و حس وطندوستی صورت می گیرد و اولویت به کسانی داده می شود که بیماران عاجل دارند. از سوی دیگر برخی از متقاضیان پاسپورت که برای دریافت گذرنامه ها صف بسته اند می گویند که نسبت به حکومت گذشته فساد وجود ندارد و کارهایشان به سهولت و درستی در این اداره انجام می شود. پاسپورت داریم در اینجا الحمدلله بسیار شعبه منظم منابعات مثلا روان هستن، همه مردم ها را مثلا در اینجا چیزی که مردم ها مراجعین هستن منتظر هستن، انشاءالله منابعات کار همه از اینها اجرا می شود. الحمدلله کدام قصور و کدام نقصانات ما در این اداره در اینجا ایج نمی بینیم. ترتیب و تنظیم کارها بسیار منظم است و کسایی که مریض است حق اولیت به روزانه داده می شود، مسافر است بسیار عاجز هستند برای از داده می شود. دیگه مدیر صاحب پاسپورت امروزه دقه به دقه سر کارمندا منظم دیدار میکنند میبینند، دیگه بسیار کارهایشان شفاف هم تو سریع پیش میروند. مسئولان اداره پاسپورت کندز میگویند که آنان جلو فساد و رشوه ستانی را در این اداره گرفتند و کسانی که دست به فساد و کمیشن کاری بزنند از سوی آنان گرفتار و به نهادهای عدلی و قضایی معرفی میشوند. حسیب حساس، تلویزیون اورانوس، کندز.